طهماسب میرزا صفوی، پادشاه، مورخ، خطاط و شاعر، متخلص به عادل، سال 892 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش شاه اسماعیل اول بعد از تصرف خراسان، هنرمندان مشهوری مانند کمال الدین بهزاد را با خود به تبریز برد. شاه طهماسب هم تحت تأثیر محیط هنری اطرافش رشد کرد و 54 سال حکومتش اوج شکوفایی هنر و ادب فارسی بود. شاهنامه شاه طهماسبی، مثنوی گوی و چوگان و نقاشی های ایوان 40 ستون قزوین از یادگاری های این دوره است که شاه طهماسب نیز در خلق آنها دست داشت. شاه طهماسب با وجود اشتیاقش به ادبیات به شعرای دربار اجازه مدح خودش را نمیداد و وقتی محتشم کاشانی برای او مدیحه نوشت، شاه قبول نکرد و از او خواست به ستایش پیامبر و ائمه اطهار بپردازد. محتشم نیز مرثیه معروف بازین چه شورش است را سرود. فرمان به ساخت خیابان سپه قزوین، اهدای 63 من طلا برای ساخت گنبد بارگاه امام رضا علیه السلام و گسترش مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی نشان از توجه او به معماری داشت. همچنین با امضای عهدنامه آماسیه، شاه طهماسب توانست با تدبیر و شجاعتش با سلطان سلیمان اول به صلح برسد و نبرد طولانی با دولت عثمانی را پایان دهد. سرانجام این پادشاه هنرپرور در اردیبهشت ماه سال 955 شمسی درگذشت.